سلام به بینندگان کانال جدید، من ساناز سینایی به همراه همکارم بهنام پارسا این برنامه از نگاه روز تقدیم حضورتون میکنیم. موضوع برنامه امروز ما گرانی به کجا میرود؟ آمارهای رسمی دولتی از گرانی 47% گوش و 61% تخم مرغ خبر دادند. این گرانی به همین شدت تقریبا تمام کالاهای مورد نیاز مردم را در بر میگیرد. این گرانی به کجا می رود و زندگی مردم چه می شود؟ موضوعاتی هستند که با مهمان برنامه امروزمون اسخر کریمی به گفتگو می شینیم. سلام، به برنامه ما خوش اومدید. خیلی ممنون. سلام به شما و بینندگان عزیز کانال جدید. خیلی ممنون. به عنوان اولین سوال، دلیل این افزایش افزار گسیخته گرانی ها چیست؟ خب روشن به نظر من جمهوری اسلامی و کل ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی سرمایه‌داری ایناست دلایل اساسیش. خب جمهوری اسلامی از روزی که اومد سر کار وصله ناجوری به جامعه ایران بود، نه تنها از نظر فرهنگی و رابطش با مردم، بلکه کلن ایدئولوژی مناسبی، سیاست مناسبی برای خود سرمایه‌داری هم در واقع نداشت و به این معنا بحران اقتصادی جمهوری اسلامی یه منشأ سیاسی داره و راه حلش هم نهایتاً سیاسیه، به این معنا که باید جمهوری اسلامی کلاً کنار گذاشته بشه تا کلاً اوضاع بتونه تغییر کنه. و اینجور نیست که صرفاً اینا برنامه اقتصادی نداشتن، مدیریت مثلا نداشتن، یا تقصیر احمدی نژاد فقط، یا تقصیر نمیدونم روحانی. کل این 40 سال اینا در واقع گام به گام اقتصاد رو به طرف بحرانی تر شدن بردن و الان میبینیم که چجوری فلج شده به طور کلی. کل اقتصاد داره از هم گسیخته میشه، با میلیون ها بیکار، با گرانی سرسام‌آور، دلاری که در از چند ماه از 10,000 تومان، از 5,000 تومان به 15,000 تومان رسیده و این نشون میده که اقتصاد صرفا بیمار نیست، اقتصاد صرفا به اصطلاح بحرانی نیست، کاملا داره در هم میشکنه. و خب این خامنه ای چند وقت پیش به نظر من حرف درستی زد، گفت که خب تحریم ها هم تاثیر داشته رو مسئله گرانی، ولی اصل مسئله مشکلات داخلیه. خب حتما خامنه ای نمیتونه بگه فقط تقصیر روحانیه یا فقط تقصیر احمدی نژاده. واقعیت کل جمهوری اسلامی، در واقع مشکل کل جمهوری اسلامیه، دلیلش کل جمهوری اسلامیه. به این ایدئولوژی و سیاستهایی که تناسبی نداره با یه همچین جامعه پیشرفته و سرمایه‌داری که جمهوری اسلامی از اول سر کار منش تا الان داشته، باید دزدی‌ها، اختلاس، هزینه‌های میلیاردی که دائم صرف مذهب و صرف تروریسم و صرف سیاست‌های نمی‌دونم تسلیحاتی و غیره و غیره و غیره شده، همه اینا رو باید اضافه کرد. یعنی یک دزد بازار الان اسلامی حاکم هست و این در واقع سرمایه‌داری ایران امروز، این خصوصیت سرمایه‌داری ایران هست در واقع امروز. و خب راه حلش هم نه تنها کنار زده شدن جمهوری اسلامی و کل بساط دزدسالاری و لفت و لیس و سیاست اقتصادی و سیاست غیر اقتصادی شه، بلکه کنار زدن کل سرمایه‌داریه. اگر مردم بخوان از گرانی نجات پیدا کنن، از این وضعیت اقتصادی نجات پیدا بکنن و بتونن به رفاه و آسایشی برسن. تاثیر این گرانی ها بر زندگی مردم به چه صورت میتونه باشه؟ خب روشنه، مردم همون نون خالی هم که به سختی داشتن تهیه میکردن، با این وضع میره که از سفره خیلی از مردم متاسفانه جمع بشه. کمبود مواد غذایی، کمبود گوشت و لبنیات و میوه و سبزی و غیره تو زندگی مردم، نداشتن کوچکترین تفریح، که اکثریت مردم راستش این سالام نداشتن، ولی بخشی هم که یه ذره داشتن، یک ذره امکاناتی از این نظر داشتن، وضع اونام بدتر میشه و وضع اکثریت 90% جامعه در واقع به شدت تخریب میشه. حاصل این نفرستادن بچه ها به مدرسه است که اینم چند میلیون بوده، امسال عبادش بسیار بسیار بیشتر میشه با اون اخاذی که مدارس میکنن و گرانی لوازم و تحریر و کلن مشکلات اقتصادی زندگی مردم، که حتی بچه هاشون میفرستن سر کار، رویاوری بچه های بیشتر به کار، تنفروشی بیشتر واسه تامین هزینه زندگی، اعتیاد بیشتر به دلیل ناامیدی و این وضعیت و بدبختی که مردم دارن،
و کل رشد مصائب مختلف اجتماعی، خشونت‌های اجتماعی، از هم پاشیدن خانواده‌های بیشتر، اینا موضوع افسردگی بیشتر تو مردم، اینا در واقع اتفاقاتی که از نظر سیاسی میفته. طبعا توی جامعه ایران یه جامعه به شدت در حال اعتراض هست و این راهیه که مردم دارن به این شکل مقابله میکنن. بعد میخوام بگم با افسردگی و با تمام این مسائل فقط اون یک روی سکه است، یک روی سکه دیگه هم اعتراضاتی که مردم دارن. و این در هر حال تا اونجا که به وضعیت زندگی اقتصادی مردم مربوط میشه، بسته شدن بیشتر کارخونه ها، فقر بسیار بسیار بیشتر و شدیدتر مردم و انواع معضلات اقتصادی و مصائب اجتماعی که جامعه به بار میاره. و جالبه که شما از الان هر کس بپرسی که دلیل وضعیت چیه، جمهوری اسلامی رو نشونه میده، سرمایه‌داری رو نشون میده. از هر آدم عادی که ازان در تو کتاب هم نخونده یا فعال سیاسی هم نبوده شما بپرسیم، به نظرم خیلی چپ و طبقاتی توضیح میده. میگه حقوق بازنشسته زیر عباس امروز، میگه به خاطر لفت و لیساس، میگه به خاطر حقوقهای نجومیه که به یده میدن، میگه به خاطر این شکاف عظیم طبقاتیه که این وضعیت اینجور شده، میگه به دلیل سیاستهای جمهوری اسلامی، رابطهش با غرب و همه حکومت مذهبی. میخوام بگم مردم اگه 15 سال پیش شما میپرسید دلیل تنفروشی چیه، ممکن بود دلایل فردی و اینکه تقصیر خودش بوده یکی تنفروش شده یا تقصیر خودش بوده یکی معتاد شده. امروز مردم به نظرم درکی بسیار اجتماعی، ماتریالیستی، طبقاتی از این مسائل میدن. به زبون ساده ولی خیلی روشن میگن این معضلات، معضلات اجتماعی که ناشی از این وضعیت اقتصادی، ناشی از حکومت جمهوری اسلامی و دلایل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای مصائبشون پیدا میکنن. و این اتفاقیه که در ذهنیت مردم هم ایجاد شده و بسیار جالب هست از این نظر. به نظر شما اعتراضات اجتماعی علیه گرانی آیا جوابگو هست؟ خب بذارید اول من اشاره کنم که اعتراضات اجتماعی الان چی هست. ببینید یکیش اعتصابات متعدد کارگریه که سالانه چند هزار اعتصاب در مراکز کارگری داره اتفاق میفته برای افزایش حقوق، برای جلوگیری از اخراج، برای نقد کردن مزدهای معوقه که توسط کارفرماها و با همکاری ارگانهای سرکوب حکومتی بالا کشیده میشه، به سرقت میره. خب این بخشی از مبارزه وسیع مردم، و اگه این مبارزات نبود امروز دستمزدان به شدت بدتر و قدرت خرید مردم در مقابل این گرانی افسار گسیخته قطعا از این هم بدتر بود و فشار بیشتر بود. اعتراضاتی که مردم دارن که میگن چرا شهریه باید بدیم، چرا درمان و بهداشت چرا اینجوری رایگان نیست و چرا این هزینه هایی که مرشکن پزشکی هست. میخوام بگم نارضایتی مردم به اشکال مختلف ادامه داره، به اشکال مختلف جریان داره. اعتراضاتی که راننده ها در شکل اعتصابات سراسری کردن بخشی از این مبارزه مردمه. اعتراضاتی که از دیماه به ویژه اوج گرفته که در صد شهر صدها هزار نفر اومدن علیه گرانی و بیکاری و کل این مصائب اومدن به میدون. و میخوام بگم این اعتراضات یا مال باخته ها که حد پس انداز کوچیکشون رو در واقع بالا کشیدن و خوردن، همه اینا مسائلیه که امروز در جامعه به اشکال مختلف داره بهش اعتراض میشه. مردم اعتراض دارن به حقوق نجومی یده، بخشی از مبارزه مردمه. مردم اعتراض دارن به دزدی های سران حکومت و آیت الله ها، بخشی از و افشاگری میکنن. اینا همه اینا بخشی از مبارزه مردمه، چه به شکل اعتصاب، چه به شکل تجمع، چه به شکل انتقاد و افشاگری و اعتراض به اشکال مختلف، اینا مبارزات مردم است. کافیه یا نه؟ طبعا مردم دارن تلاششون میکنن، ولی قدرت و پتانسیل و به اصطلاح نیروی بالقوه مردم و کارگرا بسیار بسیار بیشتر. ستون فقرات مبارزه با گرانی اساسا طبقه کارگره و راه حلش هم اعتصاب، اعتصابات رویاوری به اعتصابات سراسری، اون چیزی که جمهوری اسلامی رو به شدت میترسونه، وحشت میکنه و مجبور میکنه به عقب نشینی خیلی روشن و آشکار دست دادن به اعتصابات سراسری است که بخشی از کارگران شروع کردن، بازنشسته و معلم‌ها معمولا دست به اعتصاب سراسری میزنن، راننده ها زدن، کارگران مخابرات و قبطش، کارگران و بعدترش کارگران راهن دست به اعتصابات سراسری زدن. میخوام بگم راه حلش گسترش اعتصابات، دامن زدن به اعتصابات سراسری، متشکل شدن در ابعاد سراسری که مردم بتونن با تمام قوا به میدون بیان و در این حال اعتراضات خیابانی که از دیماه شروع شده و به اشکال مختلف ادامه داره،
این مبارزات در قدرت مردم هست که بسیار عظیمترش بکنن. کارگرها در قدرتشون هست که با اعتصابات سراسری، با حضور گسترده و قدرتمند و کلیه خانواده ها در اعتراضات، با رسانه‌ای کردن مبارزاتشون، با متشکل شدنشون بتونن فشار بیشتری به جمهوری اسلامی بیارن. میخوام بگم اعتراضات خیلی عظیم هست و منتها نیروی بالقوه مردم بسیار بسیار بیشتر از اینا هست که الان جریان داره، ولی داره جامعه به این سمت هم میره، دارن متشکل‌تر میشن، دارن دست به اعتراضات بزرگتر میزنن و نهایتا همه مردم میدونن که راهی جز سرنگونی جمهوری اسلامی نیست و امروز گفتمان اصلی جامعه هم سرنگونی جمهوری اسلامی هست. و به عنوان آخرین سوال، پیشنهاد مشخص حزب کمونیست کارگری برای مقابله با وضعیت موجود و همچنین مقابله با فقر چیست؟ خب من بخشش اشاره کردم، رویاوری به اعتصابات بزرگ و سراسری و منطقه‌ای و یا خاص افزایش دستمزد بالای خط فقر که الان 5 میلیون 6 میلیون 7 الان که خیلی بیشتره، ولی به هر حال کارگرا و معلما و بازنشستا همین روز هم در اعتراضات بازنشستا شاهد بودیم، میگفتن حقوق یا معلم حقوق ما 2 میلیون، خط فقر 5 میلیون، یعنی یک توافق عمومی داره به وجود میاد که حقوقها نه 10% و 20% و حتی 100% بالای خط فقر اعلام شده دولت باید باشه و این خواست مشترک مردم، اینو باید گسترش داد، اینو باید تبدیل کرد به خواست در سراسر جامعه، در سراسر کارخانه ها و مراکز کارگری، معلم ها، بازنشسته ها، پرستارا، کارمندا و بخش های مختلف مردم، به اضافه این که یا نقد کردن حقوقای معوقه که بالاخره مردم بتونن حداقل هایی رو تامین بکنن، ولی علاوه بر اینها به نظر من اقدام مستقیم مردم، دست به کار شدن خود مردم توی زمینه‌های مثلا ندادن پول آب و برق و گاز که گوشه‌ای از بالاخره یه ذره مشکلات مردم رو میتونه کمتر بکنه و از نظر سیاسی و مبارزاتی بسیار مهم هست و مردم راحت میتونن این کارو بکنن و جمهوری اسلامی در ابعاد وسیع مطلقاً ترس و وحشت داره و قدرت نداره بخواد آب و برق و گاز مردم رو قطع بکنه. کارکنان آب و برق و گاز با مردم همراهی میکنن حتما، یا ندادن پول بیمارستان ها، مردم باید مریضی دارن، بیماری دارن، دم بیمارستان با خانواده هاشون دوستاشون تجمع کنن بگن باید معالجه کنی و هم پرستارا و خیلی از کارکنان بیمارستان ها انتظار میره که حمایت کنن از خواست بیمارا و حمایت میکنن، یا همینطور ندادن پول اتوبوس های شهری یا مترو اینا یا هر جای دیگه که میتونن مردم پول این خدمات رو ندن، اینا طبعا در قدرت مردم است و گوشه ای از مشکلات مردم رو حل میکنه. و این خواستای دیگه مثل این که علاوه بر سرنگونی جمهوری اسلامی، خواست این که تمام هزینه های که صرف مذهب میشه، صرف مقبره های نمیدونم فلان در سوریه و عراق و ایران میشه، صرف مساجد و گله آخون میشه و یا صرف تسلیحات و موشکی و کمک به تروریست منطقه میشه، صرف نیروهای اوباش سرکوبگر جمهوری اسلامی میشه، مردم باید بخوان تمام اینا برگرده صرف نیازهای مردم بشه یا تمام دزدی هایی که شده اموال اینا پس گرفته بشه، اموالی که در خارج پس انداز کردن در داخل پس انداز کردن، میلیاردی این اموال به اینا صرف بلافاصله، صرف رفاه مردم، صرف کار، صرف درمان، صرف تحصیل رایگان و صرف نیازهای مردم بشه. میخوام بگم مردم یک به یک مبارزه همه جانبه، به یک خواستای همه جانبه و یه اتفاق نظر و وحدت و همدلی بسیار بالایی و در به اصطلاح اساس متشکل شدن مردم برای تحمیل اینجور خواستا به جمهوری اسلامی هستن. به هر درجه مردم به هر درجه تو این زمینه پیشرفت کنن که بتونن این خواستاشون تحمیل کنن، راه رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی رو بسیار هموارتر میکنن. خیلی ممنون از اینکه وقتتون در اختیار برنامه ما گذاشتین. روز خوش. متشکرم. از اینکه تا پایان برنامه همراه ما بودین سپاسگزاریم. امیدواریم این برنامه مورد پسندتون واقع شده باشد. تا نگاه روز دیگر برایتان اوقات خوشی را آرزومندیم.